اونو دست چی میایی زنم برو بره برسینم برسینم برو بره برسینم خوش آمدید شادی روح شهدا صلوات سرگم ماشاءالله 28 تا پیکر دارم انتهای کانتینر از معراج تاکتیکی دارفوقه این 25 تا پیکر از معراج آبادانه دو تا هم گمنام دارم بالاخره چی؟ همشون رو آوردی یا بازم مونده اگه شیمیایی نمیزدن همشون رو میخورد انگشتر علی یمانی آخری چی که دست راست چه سجاد؟ اون قطنما و نقشه داره پلاک داره ولی زنجیش پوسیده است سیم تلفن انداخت و گردنش رو زخم کرده این فرمانده شون اصابت ترکش مال موقع تحریم هست موقع زنجیره سیر گیر نمی اومد آقا محمدی بیا شماره این عزیزمون رو در بیار ببین کی پلاک گرفت تکیه به سمت چپ زیارت عاشورا جلد پلاستیکی به زانو عکس رنگی احتمالا همسر دخترشن ست اسکناس 20 تومانی خودکار آبی یه قرآن جیوی سالم آخه محمد فلانجاد دانشکده نفت آبادان مهندسی نفت بله سال 61 حسین پرورش تیپ 19 فرج از شیراز سمت راست یه عکس رو به یخ نسبت
پشت گردن اصابت ترکیه. هیچ جیبی سالم نمونه ها، همه معتبیات رو خالی بکنین. شادی روح صلوات. جان بخش آقا جانگیر، ببینید پلاک نداره، برای رد زنجیر روی گردنشه. خب شاید ترکش زنجیرشو پاره کرده، اسمشو پشت یقش ننوشته. فکر نمی کنم چیزی نبود. بگین بر نور، بگین بر چیزی نیست. تلفن داره با یه واکمن، این هم دعای حرز گردنش. جونم داداش، اینا چرا پلاک ندارن؟ تا کجا رفتین شما؟ یه چند کیلومتر توی هور رفتیم. 25 تا از این پیکره رو از توی هور آوردن با کامیون. 16 تاشون پلاک دارن، 9 تاشون هم بدون پلاک. 9 تا سرگردم گفتم. سرگرد تو گردن پک گردان این 15 تا پلاک رو یه جا پیدا کردم، تو گردن همین پیکر. ای بنده خدا زیر پای پل گیر کرده خفه شده. یعنی چی؟ جلیقش نتونسته وضعش رو تحمل کنه. یعنی ما الان 15 تا پلاک زیاد داریم؟ آره، احتمالاً 9 تاش باید همین پیکر باشه. کار خودمونه، باید همشون نشانسایی کنیم. ببرید سردخونه، عکساشون رو فوری آلبوم کنید بفرستید شهرستان ها. شما هم برید دوش بگیرید دیگه، عکس نگیر. چشم. نگران چی هستی؟ همشون نشانسایی میکنیم، جرأتشون زیاد نیست. بیا حسین، بیا اینا منتقل میکنیم. با تشخیص هویت تایید نکنه نمیشه. بگو پدر و برادر شهیدم بیان ببیننش. من کتشان ارتباط ندارم. تلفنشون رو بده، من خودم باشون تماس میگیرم. تلفنم ندارن. جانم نهاوند آخری میز آخر. خب آدرس بده، من یکی رو بفرستم پیشون. برادر چرا اذیت میکنی؟ اذیت چیه خارم، اینا امانت مردم هن. من که نمیتونم بدون شناسایی قطعی بذارم برن. آدرس کجا را بتام؟ پدرش باشد از بیادرش تایبان. من در این شهر غریب هستم. خدا را خوش میام برای که دازی بچه قضیت کنی. میفرستم تو هتل، این بود دیگه. آقا ببخشی سازاد، خبری کجاست؟ سه سالون خوارم. یعنی من پای شاور خودم من نمیشناسم؟ این هنری که میبینی خودم برش گذاشتم. از بس پایش داخل پوتین مانده بود، کف پایش تاول زده بود. خانواده شهید هوشنگ راست. آقای کرامت رو کجا میتونم ببینم؟ همون آقایی که دارم با تلفن صحبت میکنم. آره گمنام بودم. بنویس شهید داوود اسدی، کد 65132. شهید حسن فلاحی، کد 65211. این دو نفر. الو الو بابا، این قد شد دوباره. سلام. سلام آقای کرامت. بفهمید خودم هم گره؟ از طرف آقای حسینی اومدم. ابوالقاسم ستاد خبری مهراز. آقا جون، ما این آلبوم ها رو همه جا فرستادیم. این همین آلبوم رفته زاهدان. ما برای چی از هر گمنام 600 تا عکس چاپ میکنیم میفرستیم 600 نقطه؟ که اینا خانواده‌هاشون پانشن بیان اینجا بنده خدا. این آلبوم ها رو ما همه جا میفرستیم. شما کد پیکر رو بهشون بگو کمکت میکنن. خداحافظ. بفرمایید پدر چی شده؟ عرض کردم از طرف آقای حسینی اومدم. در خدمتتون هستم. بفرمایید. مدتی پسرمو ندیدم. پسرم جمعی لشکری یک گارد شاهنشاهیه، منقضی 56. اول جنگ که فراخوان دادن اعزام شد جبهه. خب منقضیه 56 که 6 ماه بیشتر خدمت نکردن، البته 3 ماه احتیاط، یعنی تا الان جبهه بوده؟ بله. خب از لشکریش پیگیری کردین؟ الان بهش میگن لشکری 21 همزه. این فهرست گمنامای 21 همزه رو بده. بشین تو لیست گمنامای 21 همزه رو بده. هم لشکرش رفتیم، هم چند جای دیگه. هر جام رفتیم یه حرفی زدن. یکی از دوستاش میگفت زخمی شدنشو دیده، یکی گفت مفقود شده، یکی گفت شهید شده، ولی پیکرش نیومده. ما نمیدونیم واقعا به کی باید اعتماد کنیم الان. برای همین هم رفتیم پیش آقای حسینی، ایشون هم ما رو با این نامه فرستاد پیش شما. خودش هم گفت پیگیری میکنه. آقا امکان داره برادر من زنده باشه؟ والا چی بگم، ایشالا که زنده است، ولی اگر هم شهید شده باشه پیکرش رو میارن اینجا. ممکنه هم از تا الان شناسایی نشده باشه. آخرین بار کی ازش خبر گرفتی؟ 2 ماه پیش. کجا بوده؟ نمیدونم، فکه یا همرین یا طلایی. همرین. حالا ما باید چیکار بکنیم؟ شما با من میریم اتاق آلبوم، خودکارتو بده. شما هم لطفاً بیاین اینجا اتاق نمایش، تلویزیون شماره 5. بگید فهرست اسرا رو هم براتون نگاه کنم. پدر جان شما با من بیاین. سلام. بفرمایید بشین، من میام خدمت. آکرامم.
برو میام میام یه اینجا بشین میام. اسم پسرتون چی بود؟ سیاوش. سیاوش کی؟ آبادیا. سیاوش آبادیان. ببخشید. خب این آلبوم شهدای گمنامه، اگه عکسش اینجا باشه حتما پیدا میشه. فقط قبلش بهتون بگم دیدن این عکس‌ها کار آسون نیست. اگه نیاز دارید بگم دختر خال میتونه بیاد. اگه تو این آلبوم نبود چی؟ اگه تو این آلبوم نبود یا اسیر شده یا پیکرش هنوز نیومده، شاید هم زنده است. سیاوش آبادیان. اسم کوچیکتون؟ واه واه. چی شد پدر جان؟ حالتون خوب نیست؟ میدونم کار سخت، به خودتون مسلط بشید. اگه یه عکسی به نظرتون آشنا اومد کدش رو یادداشت بکنید، میریم با هم پیکر رو میبینیم. این فرم هم لطفاً پر کنید. سلام آقا کرمه. آقا کرمه سیگار کشیدن اینجا ممنوعه. آقا ببخشید. آقای حسین ارفاق به موتوری. آقا شما چرا؟ آقا کرمه اینا چیه به پدر مادرش رفتم نشون میدم؟ اینجا چی میگی تو؟ یعنی چی؟ چند تا استخون به من دادی رفتم نه سر داری نه پا داره نه گردن داره اینا ناقصه. من بعد حسابی تو فکر کردی من اینجا سفارش تولید جنازه رو انداختم؟ همینا فقط به خاطر پیرمرد پیرزنه. 20 سال دیگه اگه همین جنازه صاحب پیدا بکنه بعد بیاری پس بدی. 4 تا تیکه استخونه که اصلا معلوم نیست همش مال یه نفر باشه. چی 4 تا استخون؟ بابا برادر خانم من میدونی چقدر قدش؟ 380 از شما حتی بلندتر. بابا من چطور میرم میخورده استخونه نشونه اینا میدن؟ اینا چطوری باید ببینن روش گریه میکنن؟ من 100 دفعه به شما گفتم کسی نباید این پیکر رو ببینه. جنازه تو آب بوده، اینا تحمل نمیکنن ببیننش. میفهمی؟ فارسی میفهمی؟ بابا خر نیستم که اینطور با من حرف بزنی. خودت اصلا متوجه نیستی چی میگی؟ به قرآن فردا میری یه خاک سینه دور دفنش میکنی؟ بعد چیه روش هم مینویسی گمنام؟ 5 سال به قرآن ما زندگیمون رو حواس. به پیر به پیغمبر نیستی که ببینی ما چه بدبختی میکشی. خیر از جوونیت ببینه تو را علی ابن ابی طالب صلوات الله. خیلی خوب خیلی خوب میریم محضر. باید امضا بکنی که اگه قرار بشه نقش قبر بکنیم بپذیری. اگه جنازه صاحب پیدا کرد باید سنگ قبر رو عوض بکنیم. یه گوشه ای روی سنگ قبر هم حتما باید بنویسی فرزند خونده. پیکر رو هیچ کس نباید ببینه، اگر نه نمیدم، اگر نه نمیدم. فهمیدی؟ آقا کرامه اصلا هرچی. آقای جان بخش اشتوف بیار بیرون یه دقیقه. شما برو اتاق بایگانی میامن. بفهم خانواده شهید چشم و چراغ ملت. فهمیدی؟ اینا آقا میگه. بفهم از آخرتت به ترسخ. بگو چی میگه اینجا؟ چی میگه؟ چیکار داری میکنی؟ چیکار داری میکنی؟ یه امانتی بود دادیم به صاحبش. حرف علکی نزن، بعد خودونه باید جواب پس بدی. جواب چی پس بدم؟ اینکه چند تا تیکه استخون رو دادم به یه پدر مادر پیر که بتونن شب راحت بخوابن، جواب چی باید پس بدم؟ هر کاری حکمتی داره. شاید او بند خدا باید گمنامه. اون بند خدا گمنامه، چه فرقی میکنه روی سنگ قبرش چی بنویسن؟ جان شهیدا زندن. داری تو کار خدا دخالت میکنی، داری تو کار بنده خدا دخالت میکنی، داری تو کار همه دخالت میکنی. گوش کن اینو بفهم. اتفاقا خدای من بیشتر به فکر زنده هاست. اتفاقا
عمو دانا نهار امروزمون حلال شد. یه اسیر زنده پیدا شده. 4 تا شهید گمنام شناسایی شدن. الانم که خانواده شهید سید عامر دریس عاقبت بخیر شد. بیا تو شما. سلام عمو. سلام علیکم. بشین. 4 تا گمنام رو که در جریانن. سلام علیکم. سلام علیکم. شما پدر شهیدی؟ پدر شهید از کار افتاده است. مادرش هم بنده خدا بیمارستان. خواهر برادر. داماد خانواده شهید سید عامر دریس ایشون. شهید. مبارک ان شاء الله. کارت و پلاک که نداشت چجوریشن؟ واقعا داشتیم به اشتباه پیکر رو می‌بردیم که گمنام دفن میشه. این آقا اومد گفت گوشه معراج شما یه تابوت هست که برادر زن منه. شهید اومده تو خواب مادرش که چرا نمیای من از اینجا ببریم. پیکر رو آوردیم، خانواده رو دعوت کردیم، شناسایی کردن، گفتن خودشه. چه دانی تو ای بند کار خدایی. خواب که حجت نمیشه. ادله دیگه‌ای نداره اینجا. این جزء وسایل شخصی شهید بوده که البته آسیب جدی دیده، سوخته، ولی اگه دقت بکنی اسم شهید بالای خودکار هست. آقا کار خداست. به قرآن مبارک. سلامت. خدا رحمتش. مبارک باشه. رحم الله والدیک. حسین این دو تا فرما رو بده پر کنه. بدیم ببر. آیش کلاش دیگه اینجوری شین. بشین اون بیرون اینا رو پر کن. نه پر می‌کنی. آقا محمد یه زیر دست خودکار بده آقا. بله بفرمایید. یه لحظه فقط. آقا اگه فردا پس فردا یه بابای من گفتش که ما عکس دارم، فیلم دارم، مدرکی دارم که این شهید برام ماه، مجبوری نبش بکنی. نبش می‌کنیم. نبش می‌کنیم. والا کی زنده؟ یه کار مهم دیگه هم باید داشتم. سیاوش آبادیان یادته؟ داستان شده. معارض پیدا کرد. من بهشون گفتم اگه نمیتونید بزنید دختر خانمتون بیاد. گفت میتونم. خب خودش بگه. شما که از آلباماتون خبر دارید. برچی تنهاش گذاشتین؟ درست حق با شماست. ما اینجا رو دوبار بیشتر نمیتونیم باز کنیم در روز. به غیر از این باشه پیکر زودتر سیاه میشه. کی به شما گفت این عکس شکل برادرتونه؟ پدرم. شما چی؟ مطمئنی خودشه؟ نه. چرا نمیایین؟ البته حق دارین، طبیعیه، ولی چاره ای نیست. از برادرت عکس هم داری؟ این عکس مال کیه؟ 4 سال پیش. خب برادر شما منقضی 56ه، یعنی الان باید بین 28 تا 30 سالش باشه. ولی این پیکر نزدیک 40 سالشه. پا زلفیاش سفید شده. موهاش مجعده، بینیش هم کمی تیزتره. بین 28 سال تا 40 سال 12 سال اختلاف از خانم. نمیتونم الان ببینمش. نمیدونم چی شده شما یه دفعه اصرار دارین که ما برگردیم. نه اصرار که نه. امکان داره شهید شده باشن، پیکرشو به اشتباه برده باشن جای دیگه. نه بعیده، شاید پیکرشو هنوز نیبرده باشن معراج، مونده باشه جلو. به هر حال من پیگیری میکنم. دو تا امریه براتون گرفتم از پایگاه 4 شکاری دسفول. فقط یادتون باشه نیمه راه اصفهان پیاده شید، اونجا سپردم یه ماشین میاد دنبالتون ببرده توی یزد.
سروان کاظمی. سید جان بیا. سلام. سلام. خوبی؟ خدا قوت. حالت خوبه؟ ممنونم. سید دو تا مهمونی دارم. اینو شب نمیدن اینجا. بفهم میگم باش. اوکی. سروان کاظمی شما راهنمایی می‌کنه. بفهم. 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 ببخشید. نه ترسید، شما قرار نیست سوار این هواپیما بشید. یه هواپیمای 330 میاد که نیم ساعت دیگه میرسه. هم پیکرا رو میبره هم شما سوارش میشید که نصف راه در اصفهان پیاده بشید. آقای کرامت، طوری شده بگین. چیزی رو از ما پنهان نکنید. اصلا قرار نبود شما ما رو بیارین فرودگاه. شما از کجا مطمئنین که پیکر سیاوش توی معراج است؟ عکسی هم که ازش ندارید. این چیه؟ امروز صبح اینو از پدرتون گرفتم. پس برای چی از منم دوباره عکس خواستی؟ خواستم دو جور عکس داشته باشم برای مقایسه. اگه اتفاقی افتاده به خانواده من امید واهی ندید. من تا خبر موثقی از سیاوش نگیرم سر حرفم هستم، هر کاری لازمه انجام میدم، حتی اگه شده برم تهران. چون خب براتون راحتین، این هواپیمای 330 توقف کوتاه در اصفهان داره، میتونید پیاده نشید که باش برگردید تهران. خیلی ممنون از زحمتایی که کشیدین. تا جایی که وظیفه منه و مسئولیت من، هر کاری باشه انجام میدم. من تا حالا به کسی امید واهی ندادم خانم. با اجازهتون. سلام. سلام، چطوری؟ کجا غیبت زد؟ افتادم فرودگاه. اینقدر نزدیک نشو به تلویزیون. صفا دادی. خبریه؟ دیگه مفتی بود. دیگه ما هم گفتیم. بده بینم. چیه؟ سنگو بده من. سنگو یه دقیقه. بده من. بده من. میدم باشی. بابا یه دقیقه میدم دیگه. اونو بده من. میدم الان. میگم. کفش. بله خب خب در میارم. در میارم. در میارم. باش. بیا 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 بیا. آقا بیا. زود باش. در میارم. جهانگیر دیدی این دوتا شهید چقدر شبیه هم بودن؟ انگار دوقلو بودن. آره دیگه، این ها من و تو کمی میگن دوقلوییم. صد دفعه نگفتم موضوع اول باید برای خودتون روشن شه؟ چرا با هم دعوتشون کردی؟ نه اصلا قرار نبود اینا با هم رو برو بشن که دختر سرخود پاشد اومده. کاش میشد یکی از گمنامامونو به عنوان برادر خونده بدیم به دختره. باز شروع کرد. منطقی باش. آقا من کجا حرفم غیر منطقیه؟ خب میگی جنازه یکی رو بدیم به یکی دیگه، جور در نمیاد دیگه. من کی همچین حرفی زدم؟ جهانگیر، این همه شهید گمنام، این همه خانواده چشم به راه، بابا بچه‌ش رفته برنگشته، از اون سر مملکت میکوبن میان این همه راه. اصلا شاید آدما دوست نداشته باشن مثل تو تحمل کنن چشم به راهی رو. چیکار باید بکنن؟ نتونن اصلا. این بحثو تمومش کن. من میگم به جای اینکه گمنام دفنشون کنیم، بریم به یه پیرمرد پیرزن که دغمگ نشن آخر عمری. بشه فرزند خوندهشون، چه اشکالی داره واقعا؟ بریم به یه دختر بنده خدا. حواست هست چی میگی؟ اینجوری دیگه هیچکی به معراج اعتماد نمیکنه. خوب خودت میبینی ما همه زورمون رو میزنیم که هیچ پیکر اشتباه نشه. مردم قطع قطع شدن بچه‌شون رو تحمل میکنن، معلولیتش رو، شهادتش رو تحمل میکنن. اما دیگه حداقل انتظار دارن جنازه بچه‌شون رو ببینن. به یکی از اعضای خانواده‌اش میگیم آقا جون، میگیم گوشه سنگ قبر بنویسن فرزند خونده، برادر خونده، چه میدونم بنویسن یاد بود. به خدا آروم میشن جان. ما حق نداریم به مردم دروغ بگیم، حتی اگه بخوایم بهشون آرامش بدیم. اگه یکی از این خانواده‌ها شهیدش پیدا بشه چی؟ اگه بعد 20 سال یکی زنده برگشت چی؟ به اندازه 20 سال آروم‌تر زندگی کردن. ما جلوی اون شهید هم مسئولیم. ما اون دستش از دنیا کوتاه، ولی ما مسئولیم. هر کاری دلمون خواست نمیتونیم بکنیم.
به زنده ها فکر کن. پسر خوب، گمنامی فیضه، این شکلی خراب میشه. اون اسمی که می‌نویسی پای اون سنگ به همین راحتی ها نیست که میگی. اونا که رفتن وکیل وسی نمیخوان. به زنده ها فکر کن جهان. اتفاقا زنده ها وکیل وسی نمیخوان. این یه حق الناسی که خود زنده ها باید دلشون بخواد. من و تو نمیتونیم براشون تصمیم بگیریم. یعنی تو دوست نداری یه سنگ قبر باشه کنار مامان بابا که بتونی راحت دلت رو روش خالی کنی؟ دلت نمیخواد بگن سنگ قبر زنته؟ نه، دلم نمیخواد. شاید زنده باشه. خب پس بیا، یا این همه روزنامه بفرمایید. الجمهوریت، الفرات، الحقیقت، تایم. آقا نیست، عکس زن داداش من تو هیچ کدوم نیست. اصلا انگار نه انگار این همه حادثه، آدم مردن اینجا، کجا خونه خدا، هیچ کسی چی نمیگه. همه خفه خون مرگ گرفتم. دستگاه پلاک زن دو تیکه رو برات آوردم جان. واقعا؟ اول دستگاه رو بیاریم پایین، مواظب باشید. مواظب باشید. ابوالقاسم دست در نکنه. من الان مشکل انتقال دارم. اصفهان، کرمان، شیراز، بوشهر، اینا رو چیکار کنم؟ نگران نباش. راهن قله همکاری داده. قرار شده سلامت. قرار شده یه خط از
سجاد بگو مهتی بجنبه. مهتی جان بخش آوردی؟ کپی پرونده شهید تو کوله است. مواظب خودت باش حسین. دمت گرم. اتفاقی افتاده؟ اومدم دست و بالتون رو باز کنم. عراق داره زورش رو میزنه، ممکنه سرتون شلوغ بشه. همه گمنامه رو میبرم تهران. پس تکلیف مردم چی میشه این وسط؟ خانواده ها؟ هیچی، میان تهران، اونجا امکاناتمون هم بیشتره. وقتی تکلیف یکی دو تا شهید معلوم نشه پا میشم میان تهران. خب منم مجبور میشم خودم بیام که یکی از بالا نفرستم. بگو پرونده ها رو آماده کنن، همه گمنامه رو میبرم. پس شما قبلا تصمیم خودتون گرفتی؟ برو بالا یواش. علی یاره بالا بالا سر بسته شما درد. بیا دیگه پلاک بچه ها رو هم میتونین همینجا خودتون بزنین. فقط یکی دوتا قطعه کم داره که اونم ردیفش میکنه. دمتون گرم بچه ها. دست شما درد نکنه آقا زبی. دستت درد نکنه ابوالقاسم. پلاک هم همه دو تیکه هست. اگه از اول پلاک دو تیکه داشتیم این همه گمنام نمیدادیم. پریشب 10-15 تا پلاک با هم تو گردن یه شهید پیدا کردیم. چه ربطی داره؟ تاون رزم چقدر خوب کار نمیکنه. نیروها خوب توجیه نمیشن. نیرو 20 کیلومتر پیشروی کرده تو خاک دشمن، اونجا شهید شده، تقصیر تاون رزم منه؟ پونزده تا گمنام، 15 تا خانواده، همه چشم برا. بچه ها دلشون نمیاد جنازه رفقاشون رو تو بیابون ویل کنن، پلاکشون میارن که بگن شهید شده. بعد جنازه که پیدا میشه گمنامه. بعضی هم که ماشاءالله اسمشون رو نه پشت یقهشون مینویسن، نه پشت فانوسخواهاشون، نه پشت زبونه پوتیناشون. ده تاوان رزم بعد همین چیزا رو یادشون بده دیگه جهانگیر. رفتی تهران همه چی یادت رفته. انگار نمیدونی خیلی وقتا بچهای تاوان زودتر از بقیه شهید میشن. تو که نیروها رو بهتر از من میشناسی ابوالقاسم. خیلیا خودشون دلشون میخواد گمنام بمونن. پلاک بهشون میدیم نمیندازن گردنشون، در میارن جانگیر. از گردن. تو مسئولیت قبول کردی. من که رفیقتم میشناسمت، بقیه که مثل من نیستن، از چشم تو میبینه. کاش نمیرفتیم تو خاکشون. کاش زودتر برمیگشتیم سر مرز. پس تو هم خودتو درگیر این بحثا کردی. از تو بعیده. اگه هر روز با پیکراشون زندگی بکنی نه بعید نیست. اگه 15 کیلومتر خاکریزتو نبری جلو، اونا 80 کیلومتر میان تو خاکت. بعد فکر میکنی معراجت خلوت میشه؟ ساده ای. نمیبینی تو همین دو سه ماه چند جا رو شیمیایی زده؟ خوبه که هیچکی بهتر از تو نمیدونه چقدر کشته میدین. جانگیر، دارن دوباره میان سمت اهواز. خرمشهر داره دوباره از دست میره. اگه تو خاک خودش باهاش نجنگی میاد خوزستانو جدا میکنه. الان میتونی بری قفقاز رو پس بگیری؟ اگه میتونی برو بگیر. بله. روز بخیر. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. سلام خانم. کجا رفتی دیروز بی خداحافظ پیرمرد؟ ده. تو که گفتی بی خبرم. آقا بهرام، شما که گفتی داری میری یزد. کارم راه نرفت تا آقای حسینی. مجبور شدیم برگردیم. جان بخش رو صدا کن اتاق من. شاید نیاز باشه ما جبهه‌های دیگر هم بگردیم. شما برگردین یزد، بسپریدش به معراج. آقای حسینی، من تا از برادرم خبر درستی نگیرم هیچ جا نمیرم. خب منم این همه رو از تهران کوبیدم اومدم تا اینجا برای کار شما دیگه. ما حرف زیاد شنیدیم آقای حسینی. شما یه یادداشت به من دادین هنوز به دست ایشون نرسیده. شبونه ما رو فرستادن یزد. شما هر جا برین من میام. من کار ندارم، میمونم. به مادرش چی بگم؟ دست خالی برگردم چی بگم؟ پاشو بریم دختر. آقا بهرام خواهش میکنم. من شخصا قضیه رو پیگیری میکنم، قول میدم. پیش مادر باشید بهتره. بله. سلام. سلام. سلام آقا جانگیر، سرگرد یه دقیقه با تو یک کاری داره.
بفهم آقا برم بفهم بفهم این چایتون بخوریم من به شما خوری چی شده؟ آقا جان میگه ایسی باش آبادیان هست که خانوادش اومدن دنبالش خب فکر کنم اشتباهی دادیمش به یکی دیگه چی؟ پس چه چیزی به من نگفتی؟ والا خودمونم همین الان مطمئن نیستی منو ای وای جانبخش کجاست؟ چقدر مونده تا پشتنگه همون فلا؟ دست درد نکنه 4-5 ساعت مونده این شهید رو 2 ماه پیش از منطقه همرین آورده اینجا یعنی درست بعد از حمله شیمیایی عراق پیکر نه سر داشت نه پلاک نه هیچ علامت مشخصه دیگه ما هم به عنوان گمنام ثبتش کردیم طبق نظر پزشکی قانونی قد شهید بدون سر و گردن 155 که میشه گفت یه چیزی حدود 175-178 قدش بوده پوستش آسیب جدی دیده اونم به خاطر گاز خردله که ما نتونستیم انگشت نگاریش بکنیم شلوار ارتشی پاش بوده و یه پیرهن بسیجی پوتیناش هم سایز 7 کفش ملی بین 41-42 4 هفته پیش خانواده ای از پشت تنگه لرستان اومدن پیکر رو شناسایی کردن الان هم 3 هفته است که به اسم شهید سیاوش آبادیان در همونجا دفن شد چجوری شد که این خانواده مستقیم اومدن سر وقت این پیکر؟ حالا ما که نتونستیم اسمشو بخونیم ولی وقتی اسم و با نوشته‌های دیگه تطبیق دادیم دیدیم میخوره بقیه مراحل شناسایی رو جان بخش انجام داد به حساب یه اسم نصف نیمه جنازه رو دادین رفت؟ حسین فیلمو بزن خانواده شهید 3 مرحله پیکر رو شناسایی کرده این مرحله اول این برادر شهید بوده است این کت خداشونه این پدرشه پشت سرش هم مادرش یکی یکی اومدن و جنازه رو شناسایی کردن برادرم شناسایی کرد پدر مادره گفتن خودش نیست ولی وقتی که همسر شهید میخواست جسد رو ببینه نمیدونیم چی شد که گودرز نذاشت همه رو از اتاق کرد بیرون هرچی هم اصرار کرد پدر مادره گفتن نیست هفته بعدش دوباره اومد یه خانومی اومده بود که میگفت من خاله شهیدم ما امیدوار بودیم که دو دفعه اول شناسایی بشه جانبخش باشون شرط کرد که دفعه آخره دیگه بهتون نشون نمیدیم بوده از اصرار میکرد که خودشه پدر و مادره زیر بار نمیرفتن بیا ایمه بیا خان همسر شاید چی؟ اون که پیکر رو ندید خب همین گودرز نذاشت دیگه دو روز بعدش اومدم فکر میکنم منو تو جهانگیر توی قرارگاه بودیم درسته؟ بله بچه ها نمیخواستن نشونشون بدن حسین صداشو قطع کن واسه 4 تا مینیبوس اومده بودن ما هم نمیتونستیم کارشو کنیم خب چرا نشون دادیم؟ آقا جان همه چی طبق دستورالعمل انجام شده پدر، مادر و برادر شهیدم شناسایی کردن نمیشه جنازه رو تحویل ندیم که از اون ورم هم بهشون گفتم تعهد کتبی باید بدید و محضری که اگه معارضی پیدا شد باید اجازه بررسی بدین حتی نبش قبر پدر و مادرش 2 بار گفتن این بچه ما نیست سرگرد مادر شهید بچهش از 100 متری تشخیص میده بعد از بار دوم دیگه نباید ادامه میدادین کسی هم نمیتونست ایرادی بگیره کار به تعهد محضری و نبش و اینا هم نمیکشید ببین من این چیز رو از روی تجربه دارم میگم این خانواده میدونن که بچهشونه ولی باور نمیکنن قیافه مادر رو نگاه بکنی میدونه که بچهشه ولی از نظر عاطفی نمیتونه بپذیره گفتی شهید شیمیایی شده سرگرد بله خب شاید لباسش عوض کرده باشه ای بابا اصلا از کجا معلوم اونی که پشت یقش نوشته اسم خودش باشه نه خیر اینجوریا نیست شهید بی سر بیشتر وقتا درجا شهید میشه
تو باید بدونی اینو دیگه. از تو بعید سرگرد، کم نبود آمبولانسایی که پر زخمی بوده عراق زدتشون. این پیکری که تو میگی یه پیکر سوخته است، ولی این پیکر نسوخته. تازه هفته بعدش هم ساک اومد از همراهی نوشته بود سیاوش آبادیان، من فرستادمش رفت پشتنگه. خب این سیاوش آبادیان فرزند این بنده خدا بهرام که الان داره در به در دنبالش میگرده، آخرین بار تو کدوم جبهه بوده؟ همراهین. خب از کجا معلوم خدا بیامرز کدوم سیاوش بوده؟ ببینم هیچ کدومشون مشخصه یا نشونه خاصی نداشتن؟ توی پزشکی قانونی خودمون که هیچ پرونده‌ای نیست. پس چطور مطمئنی که پیکر درست رفته پشتنگه سرگرد؟ چی میدونه؟ چی میدونه که اشتباهی رفته؟ من از حال اینا میفهمم که درست رفته. 3-4 هفته گذشته. دست بکنیم پیکر کامل تغییر میکنه. باید نبش کنیم. ببین جانگیر، اینا یه طایفن. نمیذارن. داغشون تازه میشه. یه طایفم این بر چشم انتظارن آثار گرد. این خانواده ای که من دیدم نمیذارن. من خودم میرم پشتنگی. وقت نداریم. عمو دانم مجوز نبشو از حاکم شهر بگیر. باش، اون با من. صبر کن. اگه اشتباهی صورت گرفته باشه کار این دو نفره. خودم میرم پشتنگه. حسین جان بخش اونجاست. کجاست؟ گفتم کجاست؟ پشتنگه. مستقیم میره تا خود پشتنگی، فقط یک کچون جادش خاکیه. نمیدونم، فقط ما باید قبل از جنب بخشون هستیم. سیاوش شهیدی به حمدالله آبرومون رو حفظ کرد. یه عکساش هم امام جمعه و عبی سخنرانیسیش میکرده روستا. شما به خیریتی کارتون رو که شروع میکید؟ از همین امروز. فقط راضی کردن خانوادش با خودت. خیالت راحت راحت بوه. راضی کردن خانوادش با من فقط پیل بوه. خیالت تخت تخت خواستی تو جا به جا میکن. سرگرد آقای بازگیر ظاهرن؟ بله ظاهرن. آقا بهادر کوکا جونم، توی جیب خود تابوت جا نمیشه. بعد ما گفتیم با ماشین خودمون بیایم، شما نذاشتید. تابوت؟ بله. تابوت چی؟ مگر شما قرار نبی قرص سیاوش رو درست بکیسیش گنبد بنه تو؟ چرا؟ براش گنبد هم میذاریم. منطقه قبلش باید یه نگاهی به پیکر بندازیم. بازگیر در مورد چی ها که مد و من هیچی نگو طبی. منم نگه کلن اشتباه اومایتونه ها؟ نه اشتباه نیومدیم آقا جان. یه چند تا آزمایش ساده است، یه روزم تمام میشه. پیکر رو با هلیکوپتر میبریمش خرم آباد، دوباره برش میگردونیم.
علیارتون بهت مسجد من می اومدم. کجاست مولا؟ اینجا مولا و چه آجای برمش نلا بدم. نلا سلطان کن سلیلا خدا انشانه هم از خیر به تو بیار حسنه نهشتی بیام کمکت بخلا سلام ازیر گودست سلام 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 خوبی؟ الحمدلله سلامتی پاد بهتره؟ الحمدلله خدا نشکر چه خبر؟ سلام یه دست در نکه بلا سلامتی آمو چطه؟ هیچی چه خوبی سلامتی؟ چه بیسه بها دار ها؟ یه دست در نکه هیچی باید ره مسجد ها جمعت مولا اکبر هم اون چه منتظره؟ چه بیه مسجد آوردی شو؟ آه فقط اینو سیمون و ماسوی چی فاشو نیستم فکر میکنم اون نقای رو زیرسازی بکن یه چنیشی بازگی خوش نما؟ نه نما ما همی چه دستیشی بیا برای بیا که اگر می اینانو دونو سبوی خود رو برستید رو تو مسجد بینید بو درز چه بی سبوه؟ تون بو بنام چی بیا؟ گمبت بسیار باشه برن خورموها چه؟ چنه قراری نویه؟ چنه قراری نویه؟ اگه امزا کرده اگه کرده اگه نیا پا و برنامه پا و نامه من سیاه امزا نکردم سیاه امزا کرده اصلا ما گمبت نمیایی ای یعنی چی گودرز عزیزم درد و جانم یعنی رفیقا منن همکار بازگیرن اگر حق به اونو بوا مجبورم روم سمت اونو بود گتم بری چنشی بری یعنی بری بری چه دایی؟ رو تو اون پاری آمو منتظر بدم اینه ماشی یالاجی سلام آقا سلطان شما رو کی خبر کرد؟ کل روستا دارن کی خبر کرد؟ ببین آقا سلطان خوب شد اومدید. شما پدر شهیدی شرف روستایی این آقایون از ستاد معراج شهدا اومدن میخوام ببینم میشناسیشون یا نه. سلام علیکم. سلام. سلام. ببینید الان یه سیاوش دیگه هست که اسمش بهادر بهم گفته. خیلی خوب بس خبر دارم. خوب شما اومدی مادر جون چرا سیاوشمو خراب کنی؟ کجا میخوای ببریدش؟ کم سیاوشمو بی سر تو بیابون افتاده بید این آقاش حسین اگر سر آقا حسین به نیزه کرده سیاوشمو خود سر نداشت که با نیزه کنه خدا سب ببرسون خدا سب ببرسون ما ترسمون اینه که سیاوشت هنوز تو اون بیابونا باشه اگه اشتباهی آورده باشیش چی؟ سیاوشت نمیگه تو یه اون برای سر قبری گریه کردی که من توش نبودم؟ ما کریشه نیم اما دونم که خوشه خوب گودرز اما خوشه گودرز شاید اشتباه کرده باشه آه این پرونده رو بده آقا سلطان میخوان مطمئن شن اگه مطمئن نبیدی ایروله آقا یه اکس آقا بود دستی آقا این پیرزم پیر ما تازه داره حالشون خوبه پدر مادر ما مهمانه که مهمانه درز جان آقا گودرز خب اینه منش چی آوردی آخه من خوش بزنم به سرش من داشتم به پدرت میگفتم اگر مطمئن نبودی برای چی اینجا رو انگشت زدی امضا زدی خودش هم انگشت زده اینجا رو کت خدا هم انگشت زده خودت هم انگشت آقا گودر آقا ما به زور شما انگشت زدیم به زور ما ما مطمئن بودیم خیلی خوب تو نیچه وقت دنبالش میگشتیم چند بار این پیر مرد پیرزن آمدن دنبالش این آقا کرامت شما در جریان این همین این مجبور کرد ما اینجا امضا کنیم اینجا انگشت بزنیم همون موقع این راضی نویسی حالا آمده برش کردن خیلی خوب شما آروم باش ما سرگرد ببخشیم ما اصلا نمیخوایم اینو ببریمش که چند تا آزمایش ساده است همین آقا گودرز برارم عزیزم مگر من سیتوزی ندم آقا 24 ساعت برن شوشه بگن سیاوش ما اسا یا نوا هلیکوپتر مرنش وا هلیکوپتر فر مگردن 24 ساعت اینو سه هفته امانت شان غریب اسی نکرد آقا آقا شما چند بار فیلم گرفتی؟ کم فیلم گرفتی؟ ای همکار شما رو بیا شما دوربین رو شونش نبود خودتو شناسایی نکردی یه دقیقه گوش کن شما خودتو شناسایی نکردی بابا جان شما ندیدی نگفتی پسرمونی نه به شما نگفتینی خب خودتو شما دو اول دنبال بهانه بودی فکر میکنی اما دهاتی ها هیچی نمیدی آقا چرا پدر جان چرا شهادت نمیدی شما نگفتی این جنازه پسر من نیست مادر قربون اون اشکات بشم شما نگفتی بچه من قدش بلندتر از اینه این جنازه بچه من نیست خواهر تو رو خدا شهادت بده نذار شما با ما صحبت کن چه حق حرف زدنم نداره اینجا دستبردار وگرنه چی بگو دیگه آقا تو اگه نگران وضعیت این خواهرمونی برای چی نذاشتی جنازه شوهرشو ببینه برای چی نذاشتی
میذاشتم تا نبیش سر برارم و ببینه پس بیفته خوشک نموند بچهشم نمونه بله بچهش بدت نمیاد پدری کنی مثل این آقا زندت نمیذارم زندت نمیذارم اینجا چه خبره؟ این سر صدا مال چیزه؟ بیایم بیرون بینم ویسا بینم تو چید اینجا چه مخوای؟ بگیرین اینم بارینش پاسگاه اینم با خودم بارین بقیه کجا؟ این هم مهمان ما هست چه مهمانی ها جا تمام روستای رختم اینم به روستا چه کار دارن آخه؟ تو که اوقتار خودمانی احترامت به جا ولی اینجا هر اتفاقی بیفته آقا مسئولش منم اولین باره که امنیت روستا رفته قدم دانم میذاشین رو چشم اول یه تو که پا میامدین پاسگاه یه خواری بشون میدادین من اینجا بلکم ببین چی نشده اصلا من نمیدونم این عالی روستا رو کی خبر کرده من کجا بدانم عالی روستا کی خبر کرده حاجی آقا بخشی جناب سرگرد اینجا شهر نیست که نشه خرگاه و هم تشخیص داد قربانت اینجا روستاست تو دست دم کنی تو دماغت عالم و آدم میگن کرده آقا بواری نشان سر شما فرما بیا بیا شما بفرما من در خدمت دارم شما بفرما ایشالا غذا دا نخوردین خود مورم دان ایسکا نمیخوام خدای نکرده به لباس دان بی احترامی بشه نه استوار بعد از غذا میریم خونه سلطان اگه نمک گیرش بشه هم شاید روزا فرق بکنه ای سرگرد برگردیم آقا اینا نمیذارن نبش قب بکنه نه همینجوری نمیتونم برگردم معراج فقط حواست باشه برادرم اونجا نباشه گودرز؟ گودرز جو آدمی نی بنده خدا من شنیدم این برادر بزرگه بوده اول گودرز مارونو دوست داشت بعد که فهمه سیاوش بیشتر دوستش داره پاشه کشی کنار الان دیگه قضیه ناموسی هم شده سرگو دو بریزم دست شما درد نکن خدا زیادش بگم مینم تو بجازم میشه جان نمیذاریم بیاد تو یالله سلطان مهمان داری بفرما یالله پرچی پیاره نمیشه نظر کجاست نمینیش همونو که پرچم روشه من دو ساعت دیگه همینجا میام سراغتون فقط گفته باشم این سنگ قبرش دست نمیخوره مرد و قولش بقیه‌اش هم دو ساعت دیگه که برگشته ببینه بذار تو جیبت اینم سهم ما برای شهده الان یه خانواده ای توی یزد چشم به راهن که یه خبری از بچه‌شون بشه شما اگر اجازه بدی با حضور خودت فرق نشه من کارو استوار این دوتا جوانی هم که دیدی پاشان گیره من چون خودم با سرباز سر کار دارم اینه بشد میگم این بنده خدا هم که باید به صد نفر جواب گو باشم چه خبری ده تو؟ بادر ایگو مردم دارن لیده و سر قبرسو ایگو شهید بردن شهید بردن؟ ای خدا هی خیلی خوب برو این بیسیم بذار به پاسگاه کجا دارین میرین شما ها؟ برگردیم من میترسم اتفاقی بفته استوار سری رو خیلی خوب گودر جان حالم نکو دارم میرم دیگه اینا یه برگردن تو اه جناب سرگو چنی بشدن گفتم برگردیم نگفتم آقا امکان نداره نیروهای من بدون اجازه آبم نمیخورن حالا میبینیم چی شده؟ میشن ها؟
ای که سالمه که اینجوری میخواستی آبروی ما رو ببری ها؟ اینه رسم مهمون نوازی؟ با ایچن من بیرزمه ایچن اسه کم از شما بعید بی جناب سرگرد شما اومه اوچه امانه سرگرم بکی تا اینا ایچه با خیلی راحت به کارشون برسن یعنی فهمست امام ایمی چه دردتن به خدا به امام حسین کارا درست نیوا خانواده شهید الله اکبر بابا مردم ایها الناس ما از ستاد معراج اومدیم اینجا این شهید که خدا رحمتش بکنه خدا احتمال داره امکان داره که با یه شهید دیگه هم اسم خودش جا به جا شده باشه ما میخواستیم چند تا آزمایش بکنیم همین یه خانواده هم توی یزد منتظرن که ما یه خبر براشون ببریم این شهید دفاقا مال امانی این شهید مال تمام روستایه ما نمیذاریم این شهید اینجا ببریم ما نمیذاریم شاید همین شهید امان رو نیاوردن شاید جای هنبی اگه این شهید مال این روستا باشه از جاش تکون نمیخوره ولی اگه نباشه قانون برش میگردونه سر جای خودش خود دانید بریم از تو یکی دیگه انتظار نداشتم جان بخش اگه کسی دیگه بغیر از بهادر شما رو دیده بود میدونی چی میشد واویلا میشد کلاتون میفتد پس معرکه با هزار بدبختی داشتم سلطان رو راضیش میکردم آقا ما فقط میخواستیم امتحان بکنیم به چه قیمتی؟ ها؟ اگه یه جو عقل توی کله هاتون بود میدونستید این کار از اولش اشتباه است تقصیر من بود ببخشید اگه اجازه بدین برم یزد سراغ خانواده آبادیان 800 کیلومتر دست خالی را بیفتی بری یزد که چی بشه؟ که چی بگی؟ حقیقت رو بگم و خلاص تبعاتش هم مال خودم فقط به آقا جهانگیر هیچی نگیم سیاوش آبادیان قضیه 56 نظامی از یزد تو واحد بهداری شیمیایی رو تخلیه میکرده وضع همرین رو که خبر داری چیم؟ آره بدجوری تاورزا زدن همشون آوردن همینجا الان تو فهرستای ما اسمش نه توی شهداست نه اسرا نه زخمی خب یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی که به احتمال زیاد شهید شد ببین اگه میتونی پیکر رو به سمت چپ برگردون بابا میگم پیکر دستم نیست لطفی جان باید جای عمل کلی داشته باشه حالا اهدا کرده یا سنگساز بوده اینجا چیزی نمیشه جدی میگی؟ آره. علی سرگرده بگیر پاسکا پشت انگه زود یعنی یه کلیه داشته؟ آره کی دفن شده؟ یه ماه پیش کجا دفنش کردن؟ پشت انگه لرستان میدونی جهانگیر تو هوای سرد لرستان احتمال اینکه پیکر بیشتر از یه ماه هم سالم بمونه هست پس یعنی دیگه مجبوریم نفش کنیم ای داد بیداد ای داد بیداد آقا جهانگیر سرکار استوار میگه دو ساعت پیش رفتن یزد یزد بگی یزدو
شما بفرمایید استراحت کنید، من میام خدمتتون. مهربون. بله. ریشکیکا. از آبا زنگ شو کشتا با می یک کار دارم. بشه تو. بفرم. مثل اینکه از احواز زنگ زدن با شما کار دارن. میتونم از تلفنتون استفاده بکنم؟ بله. ممنون. بفرم. نه نه فرس. همه چی خراب شد. از دست ما و پاسگاه هیچ کاری بر نیمد. جدی میگی؟ تو اون جلسه که میگفتن هیچ نشونه ای خاصی نداشته؟ نه، حرفی از عمل کلیه نزدن. و الا ما چرا باید سه بار شناساییش میکردیم؟ خب اینو باید از همون اول میفهمیدیم. صبر کنید یه لحظه، من کارتون هم. کارتون دارم، یه لحظه صبر. شما کی هستی؟ کی اجازه داده بیاد اینجا؟ مهمان من موبد. مهمانم میخوای دعوت بگیرید از موبد مهمان اجازه بگیرید. شما برای چه اومدی اینجا؟ این کلاهو بذارید سرتون. برای چی نگفتید زرتشتی هستید؟ شما نپرسیدین. بعدم فکر کردم اومدیم برای معذرت خواهی. معذرت خواهید بابت چی؟ خاطر که ما رو دست به سر کردین، نامه آقای حسینی رو از ما پنهان کردین. چرا؟ چون زرتشتی هستین؟ کجای نامه آقای حسینی نوشته بود شما زرتشتی هستین؟ بعدم چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ شما همتون با ما مشکل دارین. من نگران پدرتون بودم. پدرم؟ اگه چیزی هست اول باید به من بگین. میخواید همه حقیقت رو بدونید؟ بله، همه حقیقت. برادر شما عمل جراحی کلیه داشتن. بله، چطور مگه؟ تا قدشو داریم چند تا عکس دیگه ببینید. در چه بکری؟ هیچی، میوه اونه شجلاف شوونی بشه از هر دو بوده سیاوش پرسه گوری. تا مطمئنه به پرسه نگوری. تو نفت روانش با آرامش برسه. برو مارتا پرسه گوری. امرو تو گامبور برام مردم چی مو خیرات، دهش، جشن، شدی مارت دوی رشته مو به دایی جان، برای این عکس خودشو میدی نه خواهد بیا نگوکا، مجبوریم نابش فکریم نابش قبر، نومش دیخیب نه اون عکس هم اونم کنار نزونه چی دو بزن که راحت از می گفه گذید بره تا راحت بزن باره ما کوی راحت بزن دوتا میجی ناشته چشم را داره افسوده بود
یعنی اونی که مونه دریده اونه هیچ کاره نکره؟ نه خب کار از کار وزرته. او وقتی که بهش مو دمین آتش کده رو گوشکا باید یه کاری دکه. چه کار میکه؟ به گفه این که پزرش با گوشش نکه به مکش فکره؟ بله کتاب باطر گوش شکه تارو بیشتر از همه دوست شدوش پروم غیرتش دورد شاویسیا کاری بکره زندکش کاردونه آتش کده کار نبو؟ مهنی نه مارته که تشمان خموش ببو بله بزی فقط ماما ایمنه دنبال نسا که شویی مارم تا چده بزه؟ چرا آشو بکری؟ میکازم بو بشیم دنبال جنازه نمای احواز که به ما محکوم نبه آن بو بشین خبر آگاری خواد نگرانو دی نگران عشقای دوتا ده که راه سیاوشو بنه تو خواد با ترزونی سوک چی چیان نسا چی چیان تو از کوی مطمئنی که سیاوش شهیده بزه که ویجی نشیم دنبالش منطقی با فرخونده اگه زنده بود خودتا نه یا خبری با چند وقت ما دنبالشی هر کاری دل دوشا بکرید میخوام با سنگل دشه پشت تنگه آدمه بلندم میگم که همه بشنوم آقای سرگل گفتین به شما اعتماد کنیم باشه اعتماد میکنم منم با شما میام پشت تنگه کاری هم به شایست و ناشایستش ندارم دنباله چیزی میگردی؟ سنگ سنگ گم کردی؟ یادگاریه پارسال یه روز قبل درگیری ستاره زنگ زد گفت یه سنگ خوشکل پیدا کردم دلم نیومد بزنم به شیطون تو که نیومدی برات یادگاری میارم از مکه به خودت برش به خدا هر جا میدونستم رفتم اصلا به هیچ کی جواب نمیدن نه سفیر دارن نه کنسول دارن نه تعهد دارن راه هم که بسته شده هیچ کس نمیتونه خبر بده ابو القاسم شده یک سال کاش جنازه اینم میومد من خیالم راحت میشه نمیتونم تصور بکنم اونجا زنده مونده باشه ممکنه مکه دفنش کرده باشه جنازه پدر مادرت هم دو ماه طول کشید تا بیاد خدا بزرگه شاید این یکی هم پیدا شد ساکش که با کاروان اومد این سنگی تو شد باید بخوره به شیطون ولی ابوالقاسم من نمیدونم به کدوم شیطون دارم بیرم همه این اینه که گفتی باید بود زندگی در جهنی سلام جان بخش سلام داداش بی خداحافظی رفتی؟ مجبور شدم فکر نمی کردم اینطوری بشه اینا میخوام بیان لرستان
جان بخشن و خانواده لوره آروم شدن؟ نه. یزدی ها آروم شدن؟ نه. پس دیدی حرفت شدنی نبود؟ الان دیگه بحث جنازه نیست، حقیقته. منم حقیقت رو بهشون گفتم. باور کردن؟ من کاری نکردم که باور نکنن داداش. بروای خاک مامان من همه راه رو قانونی ته کردم. پس قضیه گودرز چیه؟ گفت سلطان فهمیده این خودشه ولی نمیخواد باور کنه. چند تا عکس از سیاوش آورد با پیکر مقایسه کردیم. خودش بود؟ من از کجا بدونم خودش بود داداش؟ خانواده‌اش باید مطمئن میبودن که گودرز ظاهرا مطمئن بود. خیلی خب باش. پس من میرم همراه این. بالاخره باید یه جنازه اونجا مونده باشه. خیلی خب ما هم امشب برمیگردیم لرستان. جان بخش من دنبال لوره باشم یا یزدیه؟ دنبال حقیقت بگن. خداحافظ. دست شما درد نکنه، زحمت کشیدیم. برای شما نیاورد. نمیدونستم شما از دست ما چیزی میگیرید. برای چی؟ آقا جهان بخش، ایرونی ها همیشه خدا پرست بودن. ما ماتیش پرست نیستیم. ما چندین هزار ساله که خدا رو میپرستیم. اینو لطفاً به دوستتونم بگی. آها بله، حسین چیزی تو دلش نیست، وگرنه تا اینجا نمیومد. باور کنید ما توی معراج شهید کلیمی داشتیم، شهید ارمنی داشتیم، شهید سنی داشتیم، شهید زرتشتی داشتیم. همشون هم خدا رو میپرستن. قند نیوردید؟
من خونده بودم شما خیلی به کالبد مایلت ندارید. ما نباید میومدیم اصلا. این جوان شاد بارم در هست. برای همین تعجب کردم که اونجا اگر مطمئن بودیم خودش نمیاد. انشالله که خودش نیست. به امید خدا برمید. آقا بفرمایید. بفرمایید سلام. بسم الله. بفرمایید. پدر شهید چرا نمیاد؟ کت خدا مونده. حداقل شما ها یک کاری بکنید. نه نه الا الله. بفرمین آقا کت. بفرمین. آقا بفرمین. قضا سرد میشه. بفرمین. برکت خداست از دهن میفته. بفرمین. مولا چی شد؟ نمیتونه داغو از خودش دور کنه. هنوز با خودش کنار نیومده. تا بیشتر شرمنده نشدن قضا رو شروع کن. ما قصد مزاحمت نداشتیم. از دهمگی شما هم درد نکنه. ولی چون صاحب مجلس تشریف نمیاره شاید راضی به موندنم هم نباشه. آقا یه کم حوصله و خرج بیه تو شاید راضیش کرد. آقای آبادیان من همه تلاشمو کردم ولی نتیجه نداد دیگه. من ازش ناراحت نیستم. دست شما هم درد نکنه. آخه اینجوری که آقای آبادیان آقا لو آخر نهار میهردید. بازار پسر من کجاست؟ یکی راهو به من نشون بده. فرخنده فرخنده مزار میری چه کار؟ آقای بهرمان Oh, my God.
یه چیزی بگی. شما که جنازه رو ندیدید پس از کجا میدونید شوهر شما؟ این آقا میگه مردن شوهر دستان نزاشت جنازه رو ببینید. آقا شکر زیادی خوردن. آقا آقا برادر من یه کلی اش رو اهدا کرده، فقط بذاریم حرفشو ببین، اصلا خودتون ببینید جای عمل داره. آرما این جنازه اگه سالم بود که این دابوها این پدر مادرش اینو بغلش میگرفتن، این اصلا دست بهش نزدن. این آقا چرا این بساطو چم نمیکنی؟ چرا چونمو میکنی؟ آقا بیا سر منو ببر، دست از سر منو برمی دی. چرا نمیری دو مکان؟ آقا برو ناموزه بسه. آقا سلطان پسر دادی پسر دادم، دلت سوخته دل منم سوخته، اما فرق من و تو اینه که تو میتونی گریه کنی، من نمیتونم گریه کنم. نه این که داغم سبکتره، نه، تو جنازه پسرتو دیدی من ندیدم، تو دفنش کردی من نکردم، تو پرسه گرفتی من نگرفتم، تو سه روزه رو رد کردی من رد نکردم، تو هفتمشو رفتی من نرفتم. من گریه نمی کنم چون شاید تو عبد باید چشمم بگردش. آقا سلطان بذار ببینمش، اگه جای عمل داشت نمیبرمش، میذارم همینجا بمونه. آقا سلطان بذار ببینمش. این مادر راست بود، تنه بی سر سیاوشه، سه بار ندیده اما مدید من خودش بابا، کفن و دفن و سوم و هفتم ندیده اما مدید من. کاش میمدی همین رو بهشون میگفتی. به خدا همه چیز داره سر من رو تو خرموش. من بره اگه بیان تیشون هرچی بهانه نمیتونم بگم، هرچی بهانه رو چشم میذارم الا نفش قد. چه سیاوش ما چه سیاوش این مادرم فرقی ندارم، نفش قبر حرامه. ما که زنده شدن باید بله. آکرمت تو برمه رفت؟ بله. زنگ شو پشته زی خوش برست نه باز انگار برای بزرزارش اتفاقی کفته. Thank you.
پلاک جهانگیره نبرده بعید ازش. این امکان نداره، حتما جا گذاشته. پلاکش رو نبرده. چجوری شناساییش کنن؟ جهان سب کن، سب کن بهت میگم. میخوام برم همراه این. سب کن جهان. تو رو خودم بذار بره. نگاه کن. تو رو خودم بذار بره. چجوری شناساییش؟ آروم باش. حسین و ابوالقاسم رفتن دنبالش. نمیخوای بری مرخصی؟ چطوره با هم دیگه این مشهد ها؟ جهانگیر شاید تا چند ماه دیگه پیداش نشه، شاید هم هیچ وقت. تو خودت به این خانواده هایی که می اومدن اینجا چی میگفتی؟ میخوای یه پیکر گمنام بدم ببری دفنش کنی، برم روی سنگ قبرش بنویسی برادر خونده؟ بابا تو که خودت این کاره ای، تو دیگه چرا؟ زندگی چه بخوایم چه نخوایم پیش بود. برای چی نمیذاری برم همراهین؟ جهانگیر تا خودش نخواد پیدا نمیشه. بله سلام سرگرد. همشون سوختن سرگرد. پلاک دارن؟
خوش اومدی مرد. انشالله برادرت پیدا بشه که ناکوم دنیا نری. حسین دور بزن. چی؟ دور بزن حسین. یعنی چی دور بزن؟ حسین وایسا. چی شده؟ من نمیخوام. میخوام پسش رو بگیرم. حسین جان بارت بگرم. نمیشه که چی رو میخوام بارم؟ حسین وای نمیسی حسین. چرا؟ چرا؟ دیدم سر. خیلی خب بزن حد اول خونه مادرش برن رفتن بعد میبرم تو اونجا هر کاری خواست. میخوام پسش بگیرم حسین. نمیشه بگیرم. چی میخوام پسش جان تنها میشه اینجا. بسیم دور بزن. یه دقیقه. باش باش.
سلام خانم آبادیان، من جهان بخش کرامت هستم. خیلی گشتم تو شما را دیگه ظاهرم را من ترابیر کردم. باید بیایید رضایت کتبی بدین تا بتون ریزی کنیم و قبر برادرتون از آب در بیاریم. گفتن کمک میکنن تا قبر را در بیاریم. منتظر تماسیتون هستم. لباسام خیسه. بیا بشین سرما میخوری. ببخشید. دست در نکن. بس بالاخره به آرزود رسیدی. آره سخت بود ولی بالاخره راضی شدن که زنم موبت بانو بشه. کاش پدرت بود. پدرت اگه تو این لباس میدیدت خوشحال میشد. اون که دوست نداشت اون دوستش سیاوش موبت بشه. اون خودش نمیخواست. از برادرت خبر نشد؟ خودش میگفت گمنامی فیزنی.